خب ما رسما بچه ها از فصل دو دهم من موازنه رو درس دادم، استوکیومتری واکنش درس دادم، قانون گاسا درس دادم، ازش بازم مثال حل خواهم کرد. دیگه براتون بگم اینا رو که درس دیم، ببینید موازنه، استوکیومتری واکنش، ساخت ترکیب یونی درس دادم، ساختار لوئیس ترکیب مولکولی درس دادم، بعد قانون گازها رو درس دادم. این هواکره رو بگیم فصل دو دهممون تموم میشه و وارد بخش دوست داشتنی مسائل محلول میشیم که برخلاف تصورتون که فکر میکنید خیلی سخته، بسیار آسونه و بسیار نمره آوره. ایده مسئله محلول توی کنکور 7 سوال ازش مطرح میشه که 3-4 سوال مستقیم داره، یعنی 3 تا سوال 4 تا سوال تقریبا در 12% مسئله محلول خواهیم داشت که خیلی راحت میشه گرفتش. نگران مسائل محلول نباشین، حتما ویدیوهای مسائل محلول که جلسه بعدی این خواهد بود رو ببینید. اگرچه میدونید من همیشه به بچه ها میگم ببین من همه کتاب ها رو خوندم، خب من همه آزمون ها هم دیدم، بعد خودم از حرف هست حداقل چه میدونم 1000 تا تست تر کردم، میدونم چی قراره تو کنکور بیاد چی قراره نیاد. من سوال کنکور رو اگه دروغ نگم تقریبا 10 سال اخیر رو تمام سوالا رو حفظم، یعنی از سال 88 تا سال 98 هر سوالی بیارید بهتون میگم برای چه سالیه. من وقتی اینقدر رو سوال شکل کنکور، تیپیک کنکور سراسری آشناهم، میدونم چیا رو باید بگم چیا رو نباید بگم. بنابراین دیدن ویدیوها در هر حال برای شما بصرفه است، چون تو کنکورتون نکته هایی که میگم رو خواهید دید، کنکور شما خارج از این چیزی که میگم نیست. پس حتما همه ویدیوها رو ببینید بچه ها. بریم راجع به هواکره صحبت کنیم، اتمسفر یا بهش جو هم میگن. ببینید بین سیارهای منظومه شمسی یا سامانه خورشیدی فقط زمین اتمسفری داره که امکان زندگی روش فراهمه. حالا این که دنبال زندگی روی مریخن نمیدونم شدنیه یا نه، ولی این متن کتاب ماست که در میان سیارهای سامانه خورشیدی فقط زمین اتمسفری داره که میتونیم روش زندگی کنیم. منظور از اتمسفر همون هواکره، همون لایه‌ایه که اگه کره زمین رو از دور نگاه کنی یه لایه فیروزه دورشه که بهش میگیم هوا. بچه هواکره، اتمسفر، جو، لایه فیروزه، همین هواییه که نفس میکشیم. این اتمسفر از سطح زمین هست، اینا این سطح کره زمین هست تا ارتفاع 500 کیلومتر. پس ضخامت هوایی که دوره کره زمین هست، کره زمین به ضخامت 500 کیلومتر هوا دورشه، که این هوا ضخامتش رو گفتیم 500 کیلومتره. چی این هوا رو دور کره زمین نگه می‌داره؟ نگاه کنی دور این کره زمین که ضخامت هواش 500 کیلومتره چی هوا نگه می‌داره؟ کره زمین جاذبه داره، جاذبه این هوا رو نگه می‌داره. بعد چی باعث میشه که دور تا دور کره زمین هوا پخش بشه؟ انرژی گرمایی. پس جاذبه زمین این گازا رو پیرامون خود نگه می‌داره و مانع خروج میشه. به علاوه این انرژی گرمایی سبب میشه که این مولکولا بتونن حرکت کنن و دور تا دور کره زمین رو بپوشونن. انرژی گرمایی سبب میشه که سر تا سر هوا کره توزیع بشه. اما بریم من راجب فشار هوا و دمای هوا اطراف کره زمین من میخوام براتون صحبت کنم. اول ببین فشار گاز چیه؟ فشار هر گاز ناشی از برخورد ذرات آن با دیواره ظرفه. نگاه کنید یه ذره های یه ظرفی رو فرض کنید، تجسم کنید این ظرف، اگه این مولکولای گازی به دیواره ظرف بخورن فشار وارد میشه، تا تا گش 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 فشار وارد میکنن به دیواره ظرف. پس فشار هر گاز
ناشی از برخورد ذرات آن، خب فشار هر گاز ناشی از برخورد ذرات آن با دیواره ظرفه. آقا همه یه گازا که تو ظرف نیستن یه ظرف فرضی براشون در نظر میگیرن اگر توی ظرف هم نباشه. فشار هر گاز ناشی از برخورد ذرات آن با دیواره ظرفه. این شکل رو ببینید، یه رنگش یه مفهومی داره، پایناش پررنگه، بالاش کمرنگ شده. نزدیک کره زمین جاذبه خیلی قویه، کره زمین محکم مولکول‌ها رو تو هم فشار میده، یعنی مولکول‌ها اینجا غلیظن، متراکمن، و هر چقدر از کره زمین دور که میشین جاذبه زمین ضعیف‌تر میشه، این مولکول‌ها اصلا فاصله میگیرن، وقتی فاصله میگیرن تراکمشون کمتر میشه. پس کره زمین سطحش جاذبه قویه، مولکولا رو به هم فشار میده، فشرده است، متراکمه، و از کره زمین هرچی دور بشید تراکم مولکولها کمتر خواهد شد، چون جاذبه ضعیفتر میشه، مولکولا اصلا فاصله میگیرن. پس در سطح زمین ما خیلی پررنگ دیگه، بیشترین تراکم رو داریم، دور میشیم تراکم کم میشه. من یه شکلی گفته بودم تایپیسته بکشه، بعد مثلا اون آدمی که من مد نظرم بود که تایپیسته بکشه این یارو بود، من این شکلی چون نقاشیم خیلی خوبه آدم رو این شکلی کشیده بودم، بعد ایشون این آدم رو برام قرار دادن با کروات و دم و دستگاه، حالا بعد داره پرواز میکنه، منظورم اینه که این آدمه در سطح کره زمین. بنابراین هر چقدر ارتفاعمون زیاد میشه، هر چقدر ارتفاع میگیریم، تراکم مولکول ها داره کمتر میشه. اینو که قبول داری، الان توضیح دادم. اینجا اگر سطح زمین باشه، هر چقدر سطح زمین میرید بالاتر، تراکم مولکول ها یا غلظت مولکول های گازی کمتر میشه. نگاه کنید، اول غلظت گازا، تراکم گازا زیاده، تراکم گازا کمتر. میخوام فشار بررسی کنم که چقدر از سطح زمین دور میشم تراکم کمتر میشه، فشار چه تغییری میکنه. گفتیم فشار هر گاز ناشی از برخورد ذرات گاز به دیواره ظرفه. اگه تو این ظرفه رو نگاه کنی، پر ذره گازیه که تون تون دارن میخورن به دیواره ظرف، فشار بیشتر داره وارد میشه. مثلا اگر این ظرف رو نگاه کنی، گیش 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 گیش، تعداد برخورد ذرات گازی به دیواره ظرف زیاده، فشار زیاد. ولی اگه این ظرف رو نگاه کنی، گیش گیش گیش، تعداد برخورد کمتره، فشاری که به دیواره ظرف وارد میشه کمتر. پس بدیهیه که هر چقدر تراکم بیشتر فشار بیشتر، تراکم کمتر فشار کمتر. این یه اثبات اصلا فیزیکی هم داره، من فیزیکی هم اثباتش کنم. ما میگیم پی وی مساوی NRT، بعد میگیم که آقا پی برابر N به وی RT، N به وی مول به حجم در اختیار، مگه نمیشه مولاریته، مگه نمیشه غلظت، پس پی برابر است MRT، این میشه غلظت، اینم میشه پی پریشر فشار. هر چقدر غلظت ما بیشتر باشه فشار ما بیشتره، هر چقدر همون چیزی که گفتم، هر چقدر تراکم بیشتر باشه فشار هم بیشتر. بنابراین وقتی از سطح زمین ارتفاع میگیرم تراکم کم میشه، غلظت گازم کم میشه، فشار هم کم خواهد شد. فشار اولش حد اکثره، تراکم اولش حد اکثره، ارتفاع میگیرم تراکم کم میشه، فشار کم میشه، فشار کم میشه، تا یه جایی که دیگه مولکول گازی وجود نداره، دیگه فشاری وجود نداره. پس فشار اولش حد اکثره، بعد هی رفته رفته کم و کم و کم و کمتر خواهد شد. پس بیایم اینجا، با افزایش فاصله از سطح زمین تراکم مولکول گازی کاهش
بنابراین تعداد ذرات گازی در واحد هشت که همون فشار هواست، فشار هوا کاهش مییابد. پس میتوان گفت ارتفاع که زیاد میشه فشار کم، ارتفاع که زیاد فشار، نگاه، ارتفاع زیاد فشار کم، رابطه عکس داره. فشار با ارتفاع، اینها تراکم و فشار که یه چیز بودن، با هر چقدر ارتفاعمون بیشتر بشه تراکم و فشارمون کمتر میشه و رابطه یه عکس دارن. با افزایش ارتفاع فشار به طور پیوسته و منظم کاهش میابد. من شکل کتاب توضیح بدم، ولی یه شکلی داریم. ببین ارتفاع داره زیاد میشه، 0, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13، فشار داره کم میشه. ارتفاع بیشتر فشار کمتر، رابطه عکس. ارتفاع که میگیرم تراکمه کم میشه، فشار کم میشه. 1, 85, 70, 60, 50, 60, 70, 30, 35, 20, 15. پس رابطه ارتفاع و فشار عکس. بچه ها توی 1.5 کیلومتر اول ما چقدر افت فشار داریم؟ 15 صدم. توی 1.5 کیلومتر بعد دوباره چقدر؟ 15 صدم. دوباره فشارم کم شده، اول از 1 رسیده به 85 صدم، بعد از 85 صدم به 70 صدم. بعد توی 1.5 کیلومتر بعدی چقدر کاهش فشار داشتیم؟ توی 1.5 کیلومتر بعدی 10 صدم، 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 1.5 کیلومتر بعدی 5 صدم. این افت فشاره ها، تغییرات فشار اول چقدر بوده؟ 15 صدم کم شده، 15 صدم کم شده، 10 صدم کم شده، 10 صدم کم، 10 صدم، 10 صدم، 5 صدم، 5 صدم، 5 صدم. اولا که بچه ها نمودار ارتفاع بر حسب من اینو کامل کنم تا آخر، 1.5 کیلومتر بعدی هم 5 صدم، 1.5 کیلومتر بعدی هم 5 صدم. اولا که دیدم وقتی ارتفاع زیاد میشه فشار کم میشه، یعنی اگر اینجا رو بذارم ارتفاع، این ارتفاع، اینجا رو بذارم فشار، وقتی که ارتفاع من زیاد بشه فشار باید کم بشه. سوال پیش میاد آقا اینطوری میتونه باشه، اینطوری میتونه باشه، کدومش درسته؟ وقتی که ارتفاع زیاد میشه درسته که فشار کم میشه، نمودار خطی درسته یا منحنی؟ بچه ها شیب خط، شیب خط نمودار، شیب خط نمودار برابر با تغییر فشار. اول تو 1.5 کیلومتر اول تغییر فشارم چقدر بوده؟ 15 صدم. 15 صدم کم شده، 15 صدم کم شده، 10 صدم، 10 صدم، 10 صدم، 10 صدم، 5 صدم، 5 صدم. این تغییرات فشار من مگه نیست؟ این مگه شیب خط نمودار من نیست؟ پس شیب تغییرات فشار من اگر ثابت نیست، شیب خط نمودار من هم ثابت نیست، بنابراین نمودارم خطی نیست. یعنی اولش تغییر فشار زیاده، من نمودار درستشو بکشم. اولا فشار در سطح زمین در ارتفاع صفر فشار برابر است با 1 اتمسفر، در ارتفاع صفر فشار ما برابر است با 1 اتمسفر. حالا هر چقدر ارتفاع زیاد بشه، ارتفاع زیاد فشار کم خواهد شد، ارتفاع زیاد فشار کم میشه. راجب شیبش هم باهات صحبت کردم، شیبش اول 15 صدم 15 صدمه، بعد 10 صدم 10 صدمه، بعد 5 صدم 5 صدمه. یعنی شیبش اول زیاده، این شیبمونه، بعد شیبمون کمتر میشه، بعد شیبمون کمتر میشه، بعد شیبمون کمتر و کمتر و کمتر میشه. پس نمودار فشار بر حسب ارتفاع، ارتفاع در سطح زمین 1، 1. بعد اولا که فشار کم خواهد شد، رابطه عکس داره، دوما شیبش هم کم خواهد شد،
تا شیبش به صفر خواهد رسید، تا به چیزی برسه که دیگه شیب نداره، دیگه شیبش هم کم خواهد شد. پس این نمودار فشار بر حسب ارتفاع، یه نکته هم بلد باشین، جلوتر میگم چرا. نگاه کنین، از سطح زمین تا ارتفاع 12 کیلومتری فشار به چقدر میرسه؟ 0.2. از سطح زمین تا ارتفاع 12 کیلومتری فشار به 0.2 اتمسفر کاهش می‌یابد. اینو جلوتر باش کار دارم. پس یادتون باشه سطح زمین ارتفاع 0، فشار 1 اتمسفر، و در ارتفاع 12 کیلومتری فشار 0.2 اتمسفر خواهد شد. این در واقع ارتفاعی هم که هواپیماها پرواز میکنن فشارش 1/4 سطح زمینه. حالا این نکته ریزشه، من اونقدر دنبال این نکته نیستم، من فقط خواستم نمودار فشار بر حسب ارتفاع رو بلد بشین. اینم از این. پس فشار از سطح زمین تا 500 کیلومتری به طور پیوسته کاهش مییابد. هر چقدر از سطح زمین بری بالاتر، تراکم مولکولا کمتر، فشار کمتر می شود تا فشار به صفر برسه. بعد از ارتفاع 500 کیلومتری دیگه فشار کم کم به صفر میرسه. اینا از سطح زمین تا ارتفاع 500 کیلومتری فشار به طور پیوسته کاهش می‌یابد. این به طور منظم و پیوستش کلمه مهمیه. اما راجع به دما صحبت کنیم، رابطه دما با ارتفاع. نگاه کنی، من رو شکل توضیح بدم. دما تو سطح زمین به طور میانگین 14 درجه سانتیگراده. تا تقریبا، ببین این 11-12 میانگین گرفتم، 11.5 گذاشتم. تقریبا 11-12 من میانگین گرفتم، 11.5 گذاشتم. تا ارتفاع 11.5 کیلومتری دما کاهش پیدا میکنه. این نمودار ببینید چی بر حسب چیه؟ این نمودار دما بر حسب ارتفاع، دما بر حسب درجه سانتیگراد هم هست. دما بر حسب درجه سانتیگراد، اینجا هم ارتفاع. از سطح زمین تا 11.5 کیلومتری دما کاهش پیدا میکنه. پس تیکه اول چی داریم؟ این تیکه داریم چی؟ کاهش. بعد از 11.5 تا 50 چی داریم؟ افزایش. بعد دوباره از 50 تا 80 چی داریم؟ دما کاهش. بعد دوباره از 80 تا 500 چی داریم؟ دما افزایش. اول دما کم میشه، دما زیاد میشه، دما کم میشه، دما زیاد میشه. یه چیز باحال، فشار به طور منظم کاهش پیدا میکرد، ولی دما منظم نیست. یه جایی کم میشه، یه جایی زیاد میشه، یه جایی کم میشه، یه جایی زیاد میشه. بر اساس دما که منظم نیست، من میتونم هوای اطراف زمین یا هواکره رو به 4 لایه تقسیم کنم. چون نگاه کنین، برم بالا، فشار به طور پیوسته کم میشه. من از طریق فشار نمیتونم بفهمم کجا یه لایه تموم میشه یه لایه دیگه شروع میشه، چون همش چی داره میشه؟ کم میشه. من از کجا بفهمم یه لایه جدید شروع شده؟ ولی دما رو ببین، از سطح زمین تا اینجا که دما داره کاهش پیدا میکنه، بهش از این به بعد میگیم لایه اول، ترپوسفر. بعد که دوباره از 11.5 تا 50 که دما داره افزایش پیدا میکنه، بهش میگیم لایه دوم، استراتوسفر. بعد دوباره که شروع کنه دما کم شدن، میشه 50 تا 80، لایه سوم. لایه سوم اسمشو ندونستی هم مهم نیست، ولی مزوسفره. بعد از 80 تا 500 که دوباره دما افزایش پیدا میکنه، میشه لایه چهارم. گوشت با منه، حواست اینجاست، سر رو بگیر بالا. فشار به طور پیوسته کاهش می‌یابد و من نمیتونم از طریق فشار به لایه‌ای بودن هوا پی ببرم، چون همش داره کم میشه. من از کجا بدونم یه لایه‌ای تموم شده یا نه؟ ولی دما اینطوری نیست. دما چون منظم نیست، ما از طریق دما میتونیم به لایه‌ای بودن هواکره پی ببریم.
لایه اول کاهش دمو داریم تا 11.5 کیلومتری، لایه اول تموم شد. لایه دوم افزایش دمو داریم تا 50 کیلومتری، لایه دوم تموم شد. کاهش داریم لایه سوم تموم شد، افزایش داریم لایه چهارم. پس بر اساس دمایی که ما هواکره رو به 4 لایه تقسیم می‌کنیم، از طریق فشار نمیتونم این کارو کنم چون فشار به طور پیوسته کاهش می‌یابد. اینم از این. اما من یه اشاره‌ای به دلایل کاهش افزایش کاهش افزایشش می‌کنم. نگاه کنید، این زمین، این خورشید، یه لایه اول داریم، لایه دوم، سوم، چهارم. این لایه اول، لایه دوم، لایه سوم، لایه چهارم. دیگه اسمشو یاد بگیرین. لایه اولو بهش میگن ترپوسفر، لایه دوم بهش میگن استراتوسفر، و لایه سوم و چهارم هم که بهتون گفتم مزوسفر و ترموسفره، که دیگه به شما چه، همین رو بلد باشین بس. من دلیلشو بگم چرا دما تو لایه اول کاهش پیدا میکنه. لایه اول منبع گرما زمین است، یعنی لایه اول، این لایه اول گرماشو از کی میگیره؟ از کره زمین. شما دستتون رو هر چقدر از بخاری دورتر کنی، یه آتیش روشن کردی، دستتو نزدیک کنی داغ میشه، دستتو دور کنی سرد میشه. لایه اول منبع گرماش چیه؟ زمین. از زمین گرماشو میگیره، نه از خورشید. لایه اول گرماش از کجا میگیره؟ زمین. پس هر چقدر از منبع گرما دستمو دور کنم سردتر میشه. پس توی لایه اول چی دارم؟ کاهش دما. لایه دوم انرژیشو از خورشید میگیره، و هر چقدر به خورشید نزدیکتر میشی دما بیشتر میشه، افزایش دما. لایه سوم گرماشو از لایه دوم میگیره، لایه سوم گرماشو از لایه دوم میگیره، هر چقدر دور میشید سرد میشه، کاهش دما. لایه چهارم هم گرماش رو از خورشید میگیره. لایه دوم، بذارید یه توضیح بدم، لایه دوم فرابنفش خورشید رو میگیره، انرژیشو جذب میکنه. چون منبع گرماش خورشیده، به منبع گرما نزدیک میشید دمای زیاد میشه. لایه سوم انرژیشو از استراتوسفر میگیره، هر چقدر از لایه دوم دور میشید سرد میشه. لایه چهارم اشعه‌های خیلی پر انرژی خورشید رو میگیره، مثلا گاما و ایکس خورشید رو میگیره، برای همین بهش میگن ترموسفر، چون خیلی داغه. هر چقدر به خورشید نزدیک میشید دما افزایش پیدا میکنه، افزایش دما. ولی خب من بهتون میگم چطوری یاد بگیرین حفظ بشین. گوش بدین، توی لایه اول رو یاد بگیرین. من علمشو گفتم ولی میخوام کنکوریشو بگم. لایه اول رو یاد بگیر، منبع گرماش کجاست؟ زمین. دور میشی چی میشه؟ سرد میشه. بابا کوه که میری، میری بالا سرد میشه، ارتفاع بگیری سرد میشه. بعد هی یکی در میون عوضش کن، اول کاهش دما، افزایش، کاهش، افزایش. پس لایه اول رو یاد میگیرم، کوه برم بالا ارتفاع بگیرم سرد میشه، از منبع گرما زمین دور بشم سرد میشه، کاهش دما دارم. بعد یکی در میون عوضش کن، کاهش افزایش، برعکس کاهش افزایش. پس ما لایه اول رو یاد میگیریم، منبع گرما در لایه اول کیه؟ زمین. دور میشیم کاهش دما، برعکس کن، اول کاهشه پس بعدش افزایشه، بعد دوباره کاهشه بعد افزایشه. اینم تغییر دما که راجعش بحث شد. ارتفاع هم بچه ها، این جدول من یه خلاصه نوشتم که دیگه همه نکته توش باشه. تروپوسفر گفتیم از ارتفاع 0 تا 11.5 کیلومتری، 0 تا 12 هم گفت قبوله، گیر ندیم. 0 تا 11، 0 تا 12، 0 تا 11.5 همه شوکیه، بهش میگیم تروپوسفر. بعد بچه ها فشار به طور پیوسته با افزایش ارتفاع کاهش پیدا میکرد، با افزایش ارتفاع
فشار و ارتفاع رابطه عکس داشت. افزایش ارتفاع، کاهش فشار، کاهش فشار، کاهش فشار، کاهش فشار. دما تو لایه اول منبع گرما زمین بود، دور می‌شدیم سرد می‌شد. کاهش بعد عوض می‌کردم یکی در میون. افزایش، کاهش، افزایش. اینم ارتفاعشون بود، 0 تا 11 و نیم تروپوسفر، 11 و نیم تا 50 استراتوسفر، 50 تا 80 لایه سومه، 80 تا 500 لایه چهارمه. اما بریم راجع به گونه های مهمشون صحبت کنیم. گونه های مهمشون، ببین سه تا لایه اول توی اینا مشترکن، سه لایه اول توی اینا مشترکن. لایه اول اندو دو سی و دو سه، لایه دوم اندو دو سی و دو سه، لایه سوم اندو دو سی و دو سه، توی اینا مشترکن. فقط فرقشون چیه؟ لایه اول علاوه بر اینها آب هم داره، آب هم داره. خیلی تفاوت مهمیه. یه چیز باحال یاد بگیریم، بد نیست. لایه اول بچه آب داره، بنابراین تغییرات آب و هوایی، اینکه بارون بیاد، برف بیاد، نمیدونم یاد اون تغییرات آب و هوایی، برف و بارون، فقط در کدوم لایه اتفاق میفته؟ فقط تو تروپوسفر اتفاق میفته، یعنی فقط لایه اول. بچه لایه دوم که آب نداره اونجا که بارون نمیاد، لایه سوم که آب نداره اونجا که بارون نمیاد. پس تغییرات آب و هوایی، بارش برف و بارون متعلق به کدوم لایه است؟ لایه اول. برای همینه که مثلا اگه یه موقعی اوضاع جوی خیلی بد باشه، مثلا بارون و برف شدید باشه، هواپیما میتونه از لایه اول عبور کنه بره بالای ابر، بره بالای ابر دیگه دچار اون بارونه نشه. پس فقط لایه اول آب داره، فقط تو لایه اول بارش و برف و بارون رو میبینیم. نکته دوم راجع به اوزون صحبت کنم. اوزون در هر سه لایه اول وجود دارد. اوزون تو لایه اول داریم، تو لایه دوم داریم، تو لایه سوم داریم. پس آقا لایه اوزون چیه؟ لایه اوزون اینا ها. من لایه اوزون اینجا براتون بکشم، چون طبیعت ما وابسته به این اوزونم هست، من با رنگ سبز میکشم. لایه اوزون بذارید کاملش کنم. لایه اوزون به ارتفاع 15 کیلومتری تا 30 کیلومتری، 15 کیلومتری تا 30 کیلومتری میگن لایه اوزون. لایه اوزون در واقع بخشی از استراتوسفر است. من با این سبز پررنگه بپوشونمش. بچه ها لایه اوزون از ارتفاع 15 کیلومتری از سطح زمین تا 30 کیلومتریه، بخشی از استراتوسفره که بیشترین مقدار اوزون اونجاست، که بیشترین مقدار اوزون اونجاست. وگرنه بچه ها ما هم تو لایه اول اوزون داریم، هم تو لایه دوم اوزون داریم، هم تو لایه سوم اوزون داریم، ولی بیشترین مقدار اوزون که پر رنگ تر نشون دادم اینجاست. از 15 تا 30 کیلومتری. پس ما در لایه اول، دوم، سوم اوزون داریم، ولی بیشترین مقدار اوزون تو لایه دوم 15 تا 30 کیلومتریه، که بهش میگن لایه اوزون بخشی از استراتوسفر. پس تعریف لایه اوزون بخشی از استراتوسفر است که بیشترین مقدار اوزون اونجاست، وگرنه اوزون تو بقیه جاها هم هست، بیشترین مقدار اوزون در آنجاست. این هم هست. لایه چهارم بچه ها اوزون نداره. پس گونا اندو دو سی و دو سه، اندو دو سی و دو سه، اندو دو سی و دو سه تو سلایه اول مشترکه. لایه اول آب داره، بارون داره، برف داره. لایه چهارم، لایه چهارم، ببین لایه چهارم دیگه کربن دی اکسید نداره. لایه چهارم ما دیگه کربن دی اکسید نداره، اوزون هم نداره. چی موند؟ اندو و دو. یادتون باشه اندو و او دو در هر چهار لایه مشترکن. اندو و دو، اندو و دو، اندو و دو، اندو و دو در چهار لایه اندو و دو مشترکن.
یعنی تا 500 کیلومتری اندوودو وجود دارن. اندوودو تو هر چهار لایه مشترکن. بعد ببین لایه چهارم گفتم چه پرتوهایی میاد؟ گاما میاد، ایکس میاد. خیلی پرتوهای پر انرژیه. اگه یه دونه اتم اینجا باشه، پر یا مولکول اینجا باشه، پرتوه پر انرژی که میاد تاپ میخوره بهش، الکترونشو میکنه. ببین اینا این لایه چهارمه، پرتوهای گاما و ایکس میاد پاپ میزنه، الکترون اکسیژن کنده میشه، اکسیژن میشه کاتیون. پرتوه پر انرژی میاد پاپ میزنه، الکترون کنده میشه، میشه کاتیون اندو مثبت. البته میتونه پیوند بین اکسیژن ها رو پاپ بشکنه، اتم اکسیژن ایجاد کنه. نگاه کنی پیوندای بین اکسیژن ها رو پاپ میشکنه، اتم اکسیژن میشه. ولی پیوند بین نیتروژن ها که سگان است محکم‌تره رو نمیتونه بشکنه. خب ببین پیوند اکسیژن دوگانه است، پاپ میاد از این وسط، اون پرتو پر انرژیه که بود میاد تب میزنه، میشکنه، میشه اتمش. ولی پیوند ان با این که سگانه است و زورش نمیرسه. بعد تازه وقتی این پیوندم شکون، دوباره بیخیال که نمیشه، میاد میزنه پق الکترون میکنه، پق الکترون میکنه و تبدیلشون میکنه به اکسیژنه مثبت. پس اولا در چهار لایه اندو و دو مشترکن. توی لایه چهارم که پرتوهای گاما و ایکس هست، میاد پق میزنه، الکترون کنده میشه، پق الکترون، پق الکترون کنده میشه، کاتیون به وجود میاد. ما تو لایه چهارم آنیون نداریم، ما الکترون کندیم، کاتیون کندیم، کاتیون داریم. تازه کاتیون هلیوم گاز نجیب هم داریم، کاتیون هیدروژن هم داریم. بچه ها اینجا یه نکته یاد بگیرید. هاش یک این کلن یه دونه پروتون مثبت داره، یه دونه الکترون منفی، که اگه تبدیلش کنی به هاش مثبت، یعنی یه دونه پروتون مثبت یه دونه الکترون، این یه دونه الکترونشو اگر ازش بکنی بهش پروتون هم گفته میشه. پس هاش یک یه دونه الکترون داره، یه دونه پروتون. الکترونشو بکنم فقط چی براش میمونه؟ پروتون. برای همین به هاش مثبت چی میگن؟ پروتون هم گفته میشه. پس اگر گفت لایه چهارم پروتون دارین، بله به هاش مثبت پروتون هم گفته میشه. اگه گفت تو لایه چهارم پروتون دارین، بله. فقط یه نکته هم یاد بگیریم بچه ها، ما تو لایه چهارم بار مثبت نداریم. اون الکترونایی که کنده میشه بال نمیزنه فرار کنه، اون الکترونا شروع میکنن دور در واقع میدان مغناطیسی زمین چرخیدن و ما از حرکت اون الکترونا شفقهای قطبی رو میبینیم. البته شفقهای قطبی از مثلا شاید خود ایران نمیدونم جایش هست دیده میشه یا نه، خود ایران دیده نشه، ولی یه سری کشورها از شفق قطبی دیده میشه. پس یادتون باشه الکترونایی که از اینا کندین همونجا هست، فقط داره دور کره زمین میچرخه، اون لایه باردار نیست، چون باره مثبت ده هم مثلا یه مثبت یه منفی یه الکترون داریم، یه مثبت یه منفی، یه مثبت یه منفی، یه مثبت یه منفی، یه مثبت یه منفی. در کل لایه چهارم خنثاست، چون الکترون‌ها از لایه خارج نمیشن. این هم از این. ممکنه به غیر از اینه که گفتیم اینا اینجا گونه‌های مهمه، گونه‌های دیگه‌ای هم وجود داشته باشه تو هواکره. بعد ترپوسفر تنها لایه‌ای بود که بخار آب رو داره، گفتیم تو لایه چهارم ما تنها لایه‌ای که اتم می‌بینیم، تنها لایه‌ای که کاتیون می‌بینیم. خب اینم از این. ویژگی‌های لایه‌ها رو بحث کنم بچه‌ها. ترپوسفر چون خیلی سطح زمینه دیگه، اینجا من ببینیم ترپوسفر سطح زمینه دیگه، اینها هوا خیلی متراکمه، جرم هوا اینجا زیاده. ترپوسفر سطح زمینه، هوا خیلی متراکمه، جرم هوا اینجا زیاده. خب کجا بودیم بیارمش؟ جرم هوا خیلی زیاده، 75% جرما حجم بگه غلطه، 75% جرم هواکره ترپوسفر داره، نزدیکترین لایه به زمینه، تنها لایه‌ایه که بخار آب داره و بارون رخ میده، پرواز هواپیما تو این لایه است،
اوزون در این لایه آلاینده سمی و خطرناکه، چون اگر اوزون استنشاق کنید واکنش پذیری زیاده، ریه و چشمتون رو از بین میبره. و نکته آخری هم که بگم، توی این لایه ما گفتیم از ارتفاع 0 کیلومتر تا 12 کیلومتر فشار از 1 اتمسفر میرسه به 0.2 اتمسفر، و بعدش از 12 تا 500 کیلومتر دیگه نهایتا میرسه به 0. بیشترین تغییر فشار رو در این لایه داریم. از 0 تا 12 کیلومتری فشار از 1 میرسه به 0.2، 0.8 کاهش خواهیم داشت. بیشترین کاهش فشار در تروپوسفر رخ میده. بعد دیگه تو همه لایه ها رو بذاری روی هم، 0.2 بیشتر کاهش نخواهیم داشت. نگاه کنیم، توی لایه اول ما 0.8 کاهش فشار داریم، توی بقیه لایه ها روی هم 0.2 کاهش فشار داریم. بیشترین کاهش فشار تو لایه اوله. استراتوسفر گاز اوزون تو همه قسمتاش وجود داره. لایه اوزون به منطقه‌ای میگن که بیشترین مقدار اوزون وجود داره، 15 تا 30 کیلومتری. اوزون تو استراتوسفر مفیده، چون بخش عمده ای از فرابنفشایی که قراره ما رو کباب کنه اوزون میگیره، به جاش فروسرخ میفرسته که حالا با هم خواهیم دید. اوزون در این لایه بخش عمده ای از فرابنفش رو میگیره، نقش مفید داره. پس اوزون تو لایه اول بده، تو لایه دوم خوب، لایه سوم فقط نه، حالا بدونید ندونید زیاد فرقی نمیکنه. سردترین لایه هواکره است. لایه چهارم 420 کیلومتر ضخامت داره، بیشترین ضخامت هواکره رو داره. در این لایه علاوه بر مولکول گازی اتم داریم، اتم او، کاتیون داریم، او مثبت، اچ مثبت. تنها لایه ای که اتم و کاتیون درش دیده میشه لایه چهارمه، حواستون باشه. آنیون هم نداره. این دوتا ترمین رو شما حل کنید، من یه دقیقه منتظر شما، پاس بدیم بعد حل منو ببینید. سریع باشین بجنبید. خب اولیش میگه با توجه به تغییرات فشار نمیتونیم به لایه‌ای بودن هوا پی ببریم. درسته، چون فشار به طور منظم کاهش پیدا میکنه. من از کجا بفهمم یه لایه تموم شده؟ با افزایش فاصله از سطح زمین چگالی هوا کاهش مییابد. درسته، چون تراکم هوا کم میشه. اولش مولکولات به هم چسبیدن، زیادن، متراکمن، بعد تراکم کم میشه، چگالی کم میشه. فشار گازهای گوناگون هواکره، من ببینید بچه‌ها، من اینو یه اشاره کنم، اینجا تو متن جزوه‌ام بود. بچه ها این هوایی که دور ماست فشار داره و این فشار به همه جهات بدن ما وارد میشه. چون به همه جهت وارد میشه و از همه جهات فشار یکسانه، برایندش میشه صرف من چیزی رو احساس نمی کنم. ولی فشار هوا در همه جهتها به میزان یکسان به بدن ما وارد میشه. اگه از بالا بیشتر بود که انگار یکی دستشو گذاشته بود رو کلم فشار میداد تو زمین. فشار در همه جهت ها به میزان یکسان به بدن ما وارد میشه. پس این عبارت از سمت بالا بیشتره چیه؟ از همه جهات یکسان. تو لایه ای که بخار آب وجود داره، تروپوسفر بیشترین کاهش فشار، بله 0.8 فشار افت میکرد. در لایه‌ای که اوزون نقش محافظتی داره، استراتوسفر فشار که تکلیفش معلومه، همیشه کاهش پیدا میکنه. دما لایه اول کاهش، عوض کن لایه دوم افزایش. دما افزایش، افزایش و کاهش تغییراتشون ناهمسوه، بله درسته. در همه لایه ها اینا وجود داره، نه خیر، N2 O2 تو همه لایه ها بود. ما تو لایه چهارم کربن دی اکسید نداریم. تمرین بعدیش یه دقیقه پاس بدین بعد حالا منو ببینید. پاس بدیم. در لایه اول گازه N2 O2 CO2 O3 مشترکن، بیشترین مقدار اوزون تو لایه دومه، درست. ضخیم‌ترین لایه هواکره میشه لایه 4. به دلیل داشتن یون‌های مثبت داره، بار مثبت است، غلط گفتم، خنثیه، چون الکترون‌ها تو همون لایه 4 میمونن، دور کره زمین میچرخن، شفق قطبی به وجود میارن. با اینکه تروپوسفر کمترین ضخامت رو داره و
ولی حدود 75% جرمی نه حجمی، جرمی هواکره رو شامل میشه. سردترین هواکره لایه سوم منظورشه. فشار که همیشه کاهشه، دما گفتیم اول کاهش، افزایش کاهش، به ترتیب لایه اول کاهش بود، لایه دوم افزایش بود، لایه سوم کاهش. کاهش کاهش تغییرات همسوه. در لایه‌ای که کمترین فشار داره لایه چهارم کاتیون دوتایی. دوتایی یعنی دو مدل عنصر، ما کاتیون دوتایی نداریم، ما کاتیون دوتایی نداریم. یه مدل عنصر، یه مدل عنصر، یه مدل عنصر، یه مدل عنصر، یه مدل عنصر. ما کاتیون دوتایی نداریم. دوتایی غلطه، همشون یه تایی هن، همشون یه مدل عنصر دارن. باید میگفت که کاتیون دوتایی نه، دو اتمی. چرا؟ اندو مثبت دارم ولی دوتایی ندارم. دوتایی یعنی دو مدل عنصر، دوتایی ندارم که. دلایلی که اوزون نقش آلاینده داره، لایه اول تغییرات دما و فشار همانند لایه سومه. تو هر دو توشون که فشار کاهش پیدا میکنه، تو لایه اول دما کاهش، دوم افزایش، سوم هم دما کاهش. بله تو هر دو تاشون دما و فشار هر دو کاهش پیدا میکنه. در بخشی از هر سه لایه دما میتونه صفر باشه. آره میتونه صفر باشه. نگاه کن نمودار برات کشیدم دیگه. اینجا صفر لایه اول، اینجا صفر لایه دوم، اینجا صفر لایه سوم، اینجا صفر لایه چهارم. تو هر بخش میتونه دما صفر باشه. بله. تمرین سش بجنبید، من یه دقیقه منتظر شما. ببین من یه دونه از اون آدم خوشگلا بکشم. این یه دونه آدمه، اینم مثلا موهاش. بعد این لایه سطح زمینه، ما تا ارتفاع 11.5 کیلومتری رو بهش میگیم تروپوسفر و از اون بیشتر رو میگفتیم استراتوسفر. این هم نمونه های ما. یه نمونه بوده پر مولکول، یه نمونه بوده تراکم کمتر، سه تا مولکول. گفتیم هر چقدر از سطح زمین ارتفاع بگیریم تراکم کمتر میشه. این نمونه آ بوده، این نمونه بی بوده، این نمونه آ، این نمونه بی. میگه کدوم نمونه فاصله کمتری از استراتوسفر داره، یعنی کدوم نمونه به استراتوسفر نزدیک داره. این نمونه به استراتوسفر نزدیک داره. جواب میشده بی. اولی مرسه بعدی. خب بچه ها، اون دما بچه ها دوتا یکای معروف داره، البته سه تا یکای معروف داره. یکی در واقع درجه سلسیوس، کلوینه و فارنهایت. که شما فارنهایت رو نمیخونید، شما سر و کارتون با سلسیوس و کلوینه. فارنهایت رو شاید تو فیزیک بخونید، من نمیدونم تو کتاب فیزیک نظام جدید هست یا نه. بچه تو اخبار هیچ وقت نمیشنوید دما رو بر حسب کلوین بگه. اون یکای رایج دما که مثلا مردم عادی باش صحبت میکنن، اخبار صحبت میکنه، سلسیوسه. یکای رایج دما درجه رایجش درجه سلسیوس. در حالی که توی سیستم SI یکای دما در SI کلوینه. یعنی اگر علمی میخوای حرف بزنی باید بگی مثلا 25 درجه سانتیگراد، باید بگی 298 کلوین. بعد بچه ها اینو علمی یاد بگیرین، اگه یکی بگه درجه کلوین غلطه، درجه مال سلسیوسه. اون آقای سلسیوس بود که اومد دمای ذوب و جوش آب و ذوب و جوش آب و برداشت، صفر و صد گذاشت، صد قسمت کرد و یکای سلسیوس رو به وجود آورد. درجه بندی مال سلسیوس بوده، سلسیوس درجه داره، کلوین درجه بهش نمیگن. مثلا میگن آقا 273 کلوین یا صفر درجه سانتیگراد. بعد چطوری میشه تبدیل کرد؟ مثلا 25 درجه سانتیگراد رو بذار اینجا با 273 جمعش کن، میشه 298 کلوین. این هم تبدیلش 25 و تتا سلسیوس تی کلوینه. 25 رو بذار اینجا میشه 298 کلوین.
پس این سلسیوسه، این سلسیوسه که حالا اینجا هم نوشتم، این سلسیوسه، این هم کلوینه، کلوین سلسیوس، این هم تبدیلش. بعد ارزش دمایی، بچه ها اگه به این یه دونه اضافه بشه، به این یه دونه اضافه بشه، به این هم یه دونه اضافه میشه، به این دوتا اضافه بشه، به این هم دوتا اضافه میشه، به این چهار تا اضافه شه، به این چهار تا اضافه میشه، به این پنج تا اضافه شه، به این هم پنج تا اضافه میشه. پس همیشه ارزش دمایی یه درجه با یک کلوین برابره، دلتا تتا با دلتا تی برابره، چون هر چی به این اضافه بشه به این هم همون اضافه میشه، چون هر چی از این کم بشه از این هم همون کم میشه، دلتا تتا با دلتا تی برابر خواهد بود. من تمرین چهار رو یه یک دقیقه ثبت میکنم، بعد خودم حل خواهم کرد. یه فکری ازش، یک فکری راجعش بکنید، تمرین خوبیه، پیوند با ریاضی کتابمونه. بجومی. خب من چای میخورم بعضی وقتا موقع زبط دیگه، یه زبط داریم زبط میکنیم، استراحت رو کمتر کردم که زودتر درست شما جلو بره، اصلا استراحت اینو نمی کنی که هم به سنجش بعدی برسونم درستتون رو، هم اگر نکته و تستی چیزی دوست داشتید برید درستتون رسیده باشه دیگه، استرس نداشته باشه آقا درستم مونده و فلان و این داستان ها دیگه نداشته باشی. خب در لایتر بوستر با افزایش ارتفاع به ازای هر کیلومتر دما در حدود 6 کلوین افت میکنه. بچه ها یعنی دما 6 کلوین میاد پایین. اگه 6 کلوین بیاد پایین، چون دلتا تی با دلتا تتا برابره، میتونم ادعا کنم 6 درجه سانتیگراد هم میاد پایین. فرقی نمیکنه. توی تروپوسفر با به ازای هر 1 کیلومتر، به ازای هر 1 کیلومتر دما 6 کلوین یا 6 درجه سانتیگراد افت پیدا میکنه و در انتهای لایه به 218 کلوین میرسه. 218 کلوین اگر 273 تا ازش کم کنید میشه منفی 55 درجه سانتیگراد. میگه اگر میانگین دما در سطح زمین در حدود 14 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شود، ارتفاع تقریبی لایه تروپوسفر. بچه ها من یه تابع براتون می نویسم، خیلی تابع خوبیه، اینو خوب یاد بگیری. بهش ارتفاع میدی دما رو بهت میده، ارتفاع میدی دما رو بهت میده. چه شکلی؟ من میخوام یه تابعی بنویسم، ارتفاع بدم دما بده، ارتفاع رو بهش بدم دما بده. ببینید این ایگرگ ماه، اینم ایکس ماه، ما باید یه معادله خط بنویسیم، ایگرگ برابر آیکس به علاوه ده، که جای ایگرگ هم گذاشتم تتا، جای ایکس هم گذاشتم اچ، یعنی ارتفاع. بچه ها شی آشی به خط، شی به خط هم به ازای هر یک کیلومتر دما چقدر افت پیدا میکنه؟ 6 درجه، 6 درجه. پس شیب خط، خب برای این تابع شیب خط اینو در نظر بگیرید، شیب خط تغییر دما به ازای هر کیلومتر عرض از مبدشم بی رو دما میتونیم بگیم بی تتا صفره، دما تتا صفر، هم بی بذاریم، مثلا بی رو بذاریم دما در سطح زمین، دما در سطح زمین، در سطح، حالا زمین ممکنه یه لایه دیگه باشه، دما در سطح لایه. نگاه کنیم، پس یه تابع نوشتم، ارتفاع بدم دما بگیرم، شی به این تابع تغییر دما به ازای هر یک کیلومتر، بی دما در سطح لایه است، در ارتفاع صفر لایه است. خب دما در ارتفاع صفر لایه یعنی در سطح زمین چقدر بوده؟ من اول رابطه رو دارم می نویسم. این بیمون دما در سطح لایه بوده 14 درجه سانتیگراد، اچ که هیچی. بعد تغییر دما به ازای هر کیلومتر هم چقدر بوده؟ 6 درجه کم می شده. این تابع من،
این تابع من. ارتفاع میندازم اینجا دما میده، ارتفاع میندازم اینجا دما میده، این تابع من. ارتفاع میدم دما میگیرم. این تغییر دما به ازای هر کیلومتر که 6 درجه کم میشده، اینم دما در سطح زمین. حالا دما در ارتفاع 6 کیلومتری مثلا گفته چند کلوینه، میگم باشه بذار اول پشو حل کنم به آ برمیگردم. تتا برابر است با منفی 6 اچ به علاوه 14 درجه سانتیگراد. گفتی 6 کیلومتری میندازم اینجا، گفتی 6 کیلومتری میندازم اینجا، منفی 6 ضرب در 6 به علاوه 14، 6 تا 36 تا 14 جمع کنم، 36 و 14 اینا 36 14، این یه 2 میاد، اینم یه 2 میاد، میشه منفی 22 درجه سانتیگراد. خب کلوین ازم خواسته تی برابر است با تتا به علاوه 273، اینجا باید بذارم منفی 22. نگاه کن 6 رو گذاشتم، ارتفاع 6 کیلومتری 36، 36 14 تا باید کم کنم، یه 4 تا کم کن میشه 32، یه 10 تا کم کن منفی 22، 22 با 273، یه 2 کم کن 1، یه 2 دیگه کم کن 5، 251 کلوین خواهد بود. این از بعد جالبه اگه دما هم بدی بهش ارتفاع میتونی بگیری. من الان توی سوال 1 میگه دما در انتهای لایه، خب می نویسم تتا برابر است با منفی 6 اچ به علاوه 14، دما در انتهای لایه رو بدم به هم ارتفاع در انتهای لایه میده. ببین من در انتهای لایه دما میدم، به هم ارتفاع در انتهای لایه رو میده، یعنی بالای با دمای بالای بالای لایه رو میدم، ارتفاع بالای بالای لایه رو به هم میده. دما چقدر بوده؟ 55، اینم که منفی 6 اچ به علاوه 14، ببرم اون و میشه منفی 69 برابر منفی 6 اچ، این با این بره 6 با 69 ساده بشه 11.5. پس دما در انتهای لایه رو بدی، ارتفاع در انتهای لایه به دست میاد. دماش انقدر بوده، ارتفاعش 11.5 کیلومتر، که گفتم ارتفاع تروپوسفر به طور میانگین بچه 11.5 کیلومتر خواهد بود. اما راجع به اجزای سازنده هواکره در تروپوسفر هم صحبت کنیم. بچه اجزای سازنده هواکره در تروپوسفر، خوب به توضیحاتم گوش بدیم، گوش. دانشمندا اومدن ببینید مثلا یخچالایی که تو قطب هست، یخهای گنده رو میگن یخچال، یه هوایی بینش گیر افتاده، اون هوا رو بررسی، هوای خیلی قدیمیه، شاید مثلا مال 200 میلیون سال پیش بوده باشه، سنگای آتش فشانی یه هوایی داخلشون شاید گیر افتاده باشه، اون هوا رو بررسی کردن. پس اومدن چی رو بررسی کردن؟ هوای به دام افتاده در بلور یخ یخچالای قطبی و سنگ آتش فشانی. نشون میده که از 200 میلیون سال پیش تا کنون نسبت گازهای سازنده هواکره چیه؟ ثابت. یعنی اون ویژگیایی که هوا داره از 200 میلیون سال پیش تا الان تغییری نکرده. خب پس اولین چیز هوای به دام افتاده، اینا رو بررسی کردیم، دیدیم 200 میلیون سال اجزای سازنده هوا تغییری نکرده. بعد بچه‌ها گوش بدید، ما می‌خوایم راجع به هوای خشک و پاک صحبت کنیم. یا هوای خشک منظورم اینه که هوایی که رطوبت نداشته باشه. چرا؟ چون رطوبت مکان به مکان متفاوته. مثلا رطوبت کیش با تهران متفاوته. یا جالبه رطوبت زمان به زمان هم متفاوته. مثلا صبح زهرا رطوبت یه مقداریه، شبا یه مقدار دیگه است. رطوبت زمان به زمان هم متفاوته. برای همین ما تو بررسی اجزای سازنده هواکره میایم خشک و پاک بررسی میکنیم که این تفاوت رطوبت رو بی خیال بشیم. علت گزارش درصد حجمی به صورت خشک اینه که رطوبت هوا در مکان مختلف و زمان مختلف تغییر میکنه. به طور میانگین در هوای تروپوسفر فقط این لایه رطوبت داره، فقط
این لایه H2O رطوبت داره. توی تروپوسفر میانگین بخار آب 1% گزارش شده. پس ما اینجا این درصد گاز در هوا، من جملهشو کامل کنم، ابهاما رو برطرف کنم، من جمله رو کامل میکنم. این جمله که کتابتون نوشته جمله خوبی نیست، بذارید من کامل بنویسم. این جمله رو روش خط بزنید، کامل بنویسید. درصد حجمی یا درصد مولی گازها در هوای خشک و پاک تروپوسفر. یه سری نکته داره که با هم بررسی میکنیم الان، خیلی نکته خوبی هم هست، سوال سنجش هم اومده یکیش، الان با هم بحث میکنیم. پس مینویسید درصد حجمی یا درصد مولی در گازا در هوای خشک و پاک. بچه ها اول یه نکته رو یاد بگیرین، درصد حجمی با درصد مولی برابره. یعنی چی؟ درصد حجمی با درصد مولی برابره. آقا مثلا میگه نگاه کن اینجا با من باش، به میگه درصد حجمی اکسیژن یعنی چی در هوا؟ میگم یعنی ببین بچه ها، درصد یعنی خودش به کلش، درصد یعنی خودش، من یه بار چک کنم آشفمو، درصد یعنی خودش به کلش. درصد کیو دارم میگم؟ اکسیژن در هوا. یعنی حجمیه، یعنی حجم خودش به حجم کلش ضبطم صد. درصد بچه ها یعنی خودش به کلش، درصد یعنی خودش به کلش، حجمی یعنی حجم خودش به حجم کلش ضبط درصد. بعد این همه با هم کار کردیم خدا شاهده، مول برابر نیست با مول، آیا برابر نیست به حجم، به حجم مولی؟ پس قبول دارین حجم من برابر با مول ضبط در حجم مولی؟ من یه جاگذاری کنم، درصد حجمی اکسیژن در هوا برابر است با، من نوک قلمم یکم ضخیم‌تر، برابر است با، من جای حجم O2 جای حجم میخوام بذارم مول ضرب در حجم مولی، میذارم مول O2 ضرب در حجم مولی، جای حجم هوا هم میذارم مول هوا ضرب در حجم مولی، ضرب در صد. جلسات گذشته اشاره کردم که حجم مولی برای همه گازها یکسانه در دما و فشار ثابت. در دما و فشار ثابت حجم مولی برای همه گازها یکسانه، حجم مولی ها با هم خط میخوره. مول خودش به مولکول ضرب در صد، این تیکه مول خودش به مولکول ضرب در صد میشه درصد مولی، درصد مولی O2 در هوا شد، برابر شد با درصد مولی O2 درصد، ببخشید این حجمی، درصد حجمی O2 در هوا. من براتون اثبات کردم که درصد مولی با درصد حجمی برابر است. چرا؟ برای گازها، برای گاز درصد حجمی گاز برابر است با درصد مولی گاز. چرا؟ چون حجم مولی تمام گازها یکسان است و حجم گازها به جنس آنها بستگی ندارد، میتونم ادعا کنم که درصد حجمی گاز با درصد مولی گاز برابر است. که اومدم گفتم درصد حجمی O2 در هوا یعنی حجم O2 به حجم کل ضرب درصد، جای حجم ها گذاشتم مول ضرب در حجم مولی، مول ضرب در حجم مولی، حجم مولی ها با هم برابره، چون حجم مولی برای همه گازها یکیه، حجم مولی ها رو خط زدم،
مول خودش به مول کلش برای اکسیژن میشه درصد مولی اکسیژن در هوا برابر شد با درصد حجمی اکسیژن در هوا. پس درصد مولی یک گاز با درصد حجمی اون گاز برابره. من اثباتش کردم اگر تو ذهنتون بود. پس به طور خلاصه چون حجم مولی گازها یکسان است، اولین چیزی که یاد میگیریم درصد حجمی گاز برابر است با درصد مولی گاز، ولی جرم مولی آنها متفاوت است. خب اگه جرم مولیشون متفاوت است میشه درصد حجمی گاز برابر است با درصد مولی گاز، برابر نیست با درصد جرمی گاز. بچه ها این دوتا با هم برابرن، درصد مولی و حجمی با هم برابرن چون حجم مولی گازا یکسانه، ولی درصد جرمی گاز با درصد مولیش برابر نیست، درصد جرمی گاز با درصد حجمیش برابر نیست چون جرم مولی آنها متفاوت است. پس نکته بسیار مهم، درصد حجمی با درصد مولی برابره چون حجم مولی همه گازا برابره، ولی درصد جرمی باهاشون برابر نیست. خب اما بریم سراغ اینجا. این رتبه اول رو توی فراوانی داره، این رتبه دوم، رتبه سوم، رتبه چهارم، رتبه پنجم، رتبه ششم، هفتم، هشتم و غیره. این دارم راجع به کی صحبت میکنم؟ درصد حجمی یا درصد مولی گازها در هوای خشک و پاک تروپوسفر. بیشترین، ببینید بچه‌ها، نیتروژن ما تقریبا 78% هواست، اکسیژن ما تقریبا 21% هواست، آرگون ما تقریبا 1% هواست. اینا توی هوا خیلی زیادن. پس این شد تقریبا 78%، تقریبا 21%، تقریبا 1%، بقیه دیگه مقدارشون ناچیزه. یادتون باشه نیتروژن عنصر، اکسیژن عنصر، آرگون عنصر، یعنی از یه جنسن. نگاه، اندو یه جنسه، اودو یه جنسه، آرگون یه جنسه، ولی کربن دی اکسید دوتا جنس متفاوت رو میگن ترکیب. به این ترکیب نمیگن، به این میگن عنصر نیتروژن، چون همشون از جنس نیتروژنن. بهش میگن عنصر اکسیژن، چون همشون از جنس اکسیژنن. عنصر آرگون، اینا عنصرن، اینا عنصرن. کی ترکیبه؟ اونی که از دو نوع عنصر مختلف به وجود میاد، دو نوع عنصر مختلف رو میگن ترکیب. بنابراین کربن دی اکسید فراوان ترین ترکیب هواکره است. پس اینجا فراوان ترین ترکیب هواکره. سوال سنجش بود، ساختار لوئیس فراوان ترین ترکیب هواکره رو ازتون پرسیده بود. پس یادتون باشه تا این عنصر فراوان ترین ترکیب هواکره کربن دی اکسید در رتبه چهارم. این هم از این، راجبش بحث کردم. بچه ها این ترتیب رو ناچارید حفظ کنید. خب این ترتیب رو، یعنی ترتیب N2O2 آرگون، CO2 نئون، هلیوم، کریپتون، زنون رو ناچارید حفظ کنید. الان تو ذهنتون آقا خودت حفظی؟ آره من خودم با یه چرت و پرتی حفظم. من بارها گفتم حفظیت خودم یکم ضعیفه، یعنی حافظه حفظی آنچنانی ندارم. من بیشتر حافظم، یعنی در واقع اون چیزی که دوست دارم استدلاله، ولی خب اینا رو با یه چرت و پرتی حفظ کردم دیگه. حالا این چرت و پرت هم به شما میگم، دوست داشتید یه بارم بیشتر نمیگم. فیلمو بزنید عقب گوش بدین، بد نیست. من خودم اینطوری حفظم: N2O2 RCO2، من اینا نماداشم بذارم، نئون، هلیوم، کریپتون، زنون.
من خودم اینطوری حفظم. اندو و دو رو که همه میدونن، این 80% این 20%. اندو و دو، آره 32، نگاه، هلیا، کریم و زده. من خودم بعد یه تعجب باید بکنی دیگه، نگاه کن هلیا کریم و زده، هلیا زورش به کریم رسید، ولی ترتیبش اینطوری حفظم. اندو و دو، آره 32، نگاه، هلیا، کریم و زده. من تمام 8 رو اینطوری می‌نویسم، اندو و دو، آره 32، نگاه، الیا، کریم و زده. این که از این. بعد بچا این درصد حجمیه، اگه درصد جرمی گفت مقایسه کنیم چی؟ مثلا ازم سوال بپرسه درصد جرمیه کریپتون بیشتره یا هلیوم، مثلا اینو ازم سوال پرسیده. اگه بگه درصده، من یه سه تا دو تا سوال بنویسم، درصد مولی بهم بگه، میگم خب مثلا درصد مولیه چه میدونم، کریپتون و همین هلیومه. بگم درصد مولی بگه اندو و دو، آره 32، نگاه، هلیا، کریم و زده، هلیومه از کریپتونه بیشتره، هلیومه از کریپتونه بیشتره. با اینکه درصد مولی نیست، حجمی بود، گفتم حجمی، حجمی، درصد حجمی همون درصد مولیه. یعنی این جدولی که شما دارید میبینید درصد مولی هم نمایش میده. اگه درصد مولی بگه همون درصد حجمیه. هلیوم 5 در 1000، کریپتون 1 در 1000، هلیوم از کریپتون بیشتر. ولی اگر درصد جرمی پرسید چی کار کنم؟ اگه درصد جرمی ازتون پرسید، مثلا جرم مولی ها رو بهتون میده، جرم مولی کریپتون فرض کنید 80، جرم مولی هلیوم رو فرض کنید 4. اگه خواستید درصد جرمی به دست بیارید، من یه روش خیلی خوب بهتون میگم، کافیه که درصد حجمی یا درصد مولی رو تو جرم مولی ضرب کنید. این درصد مولی بوده، ضرب در جرم مولیش میکنم 4 میشه 2000، این میشه جرمیش. پس نگاه کنید، ما اگه درصد جرمی میخواییم حساب کنیم، مولی رو 5 در 1000 بود، ضرب در جرم مولی میکنم، این میشه 2000 ضرب در جرم مولی. اینم ضرب در جرم مولی کنم 80، 1 در 1000 رو ضرب در 80 کنم میشه 8000. پس الان درصد جرمی کریپتون بیشتر از هلیوم. خواستم به اینم دقت بکنید. پس اگر خواستید اینا، این جدوله هم درصد حجمیه هم درصد مولی، و اگر خواستید تبدیل بشه به درصد جرمی، ضرب در جرم مولیش کنید. درسته که هلیوم درصد حجمی یا درصد مولیش بیشتره، ولی درصد جرمیش کمتره. یه همچین داستانایی هم داره. گازهای نشیب تو هواکره خیلی کمن، یعنی حالا یه مجموعه بذارش رو هم خودشو بکشه بذار ببینیم، یه درصد میشه این 18 با این 19 با این 5 24 در 1000 من بذارم روی این، به 1% نمیرسن کلن. گازهای نجیب تو هواکره بسیار کمن، کمتر از 1%. از این رو بهشون گازهای کمیاب هم میگن. گازهای نجیب تو هواکره بسیار کم. گازهای نجیب بچه دو تا اسم دیگه داره. گازهای نجیب یا همون گروه 18، اولا که گازهای نجیب گازهای کمیاب بهشون گفته میشه، گازهای دارای مولکول تک اتمی هم بهشون گفته میشه. تنها گازهایی هم که به صورت مولکول تک اتمی دیده میشن توی طبیعت. یعنی ممکنه که مثلا تو کنکور بهتون سوال بده A, B, C, D, E, J عناصر متوالی هن. این گاز تک اتمیه. از این تک اتمی تو میفهمی این چیه؟ گاز نجیبه. بعد میفهمی بقیه عنصرها چیه. یادتون باشه تک اتمی منظورش گاز نجیبه، تک اتمی منظورش گاز نجیبه. این تمرین یک رو حل کنیم. خب راجع به گاز نجیب، اندو او دو، آره 32، نگاه، به من خودم اینطوری حفظم، نگاه، هلیا، کریم و زده. یه جمله خیلی عجیب غریبی هستن، کریم و
زده. بعد من راجع به گاز نجیبش کار دارم، کاری با اندو ندارم، کاری با اودو هم ندارم، کاری با کربون دیوکسید هم ندارم، بقیهش گاز نجیبایی که من میخوام. بیشترین گاز نجیبم مال دوره سوم آرگون، بعد برای دوره دوم نئون، بعد برای دوره اول، بعد برای دوره چهارم، بعد برای دوره پنجم از همه کمتر. خب یعنی آرگون که دوره سوم از همه بالاتره، این آرگون، بعد این نئون، بعد این هلیوم، از هلیوم پایین تر مثلا بخوام بکشم اینجا کریپتون رو میذارم، از همه کمترم زنون رو میذارم. آقا درصد مولی گفته درصد مولی با درصد حجمی برابر است. این است. اما دیدید که بچه ها بیشترین حجم هوا 78% تقریبا نیتروژن بود، 21% تقریبا اکسیژن بود، تقریبا 1% آرگون بود. این ستای اولش که تو هوا زیاده ما میتونیم از هوا تهیهشون کنیم. ما مثلا نیتروژن مایع نیاز داریم، مثلا یه سری کاربردا توی مثلا دستگاه NMR بررسی کار شیمیایی داره، مثلا توی نمونه‌های بیولوژیک پزشکی و اگر میخوان تو دمای خیلی پایین نگه دارن نیتروژن مایع میخوان، یا مثلا یه کسی رو میارن ICU بهش اکسیژن 100% باید وصل کنن، اکسیژن مایع میخوان، یا خود آرگون هم یه کاربردی تو جوشکاری و اینا داره. این ستای اول که توی هوا کره خیلی زیادن رو ما میتونیم توی کجا؟ تو هوا خیلی زیادن، این همین هوایی که نفس میکشم و سرد کنم، بعدش یه کارایی کنم اینا جدا بشن. این ستای اولش که توی هوا زیاده رو میتونیم از هوا به دست بیاریم، بقیه هم میشه به دست آورد، به صرفه نیست. ببین تو صنعت اگر ما یه کاری رو میکنیم صرفه اقتصادیش برام مهمه. این ستای اول که توی هوا زیادن رو ما میتونیم از هوا به دست بیاریم چون نیازشون داریم. اینجا رو ببینیم حجم عمده گازهای هواکره چی بودن؟ نیتروژن، اکسیژن، آرگون. بنابراین تو صنعت این گازا رو از تقطیر هوا رو تقطیر میکنن، این گازا به دست میاد که الان میخواییم راجع به این صحبت کنیم چطوری هوا رو تقطیر کنیم این گازا رو به دست بیاریم. چرا حالا این گازا رو از هوا به دست میارن؟ چون اینا مقدارشون تو هواکره زیاده. اما بریم سراغ تقطیر.